جهیز بسازن و در تربیش تلاش شود و همچنان این کشور هماهنگ بسازن با کشورهای همسایه و جامعه جهانی تا بتوانند یک مبارزه جدی و موفقانه در عرصه ملی و منطقوی و بین‌المللی رهبری بکنند که وعده های زیادی در عرصه های مختلف شده که ما روی 15 ماده در او کنفرانس به توافق رسیدیم. 98% مواد مخدر تولید شده در افغانستان در 9 ولایت جنوبی کشت می شود. ولایت هایی که شدیداً از ناامنی ها آسیب می بینند. تنها در هفته جاری 19 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و بیش از 15,000 کیلوگرم تریاک و هروئین از سوی پلیس کشف و ضبط شده است. بیشتر از 15 تن مواد مخدر و ملحقاتش در کشور در طول یک هفته دستگیر کردیم که یک موفقیت بزرگ است. با این حال آقای احمدی میگوید که تشکیل فعلی پلیس مبارزه با مواد مخدر کافی نیست. قرار است در آینده نزدیک تشکیل این نیروها از 30% تا 40% افزایش یابد. سمینار یک روزه در مورد نقش علمای دینی در بهبود شرایط محیطی از سوی اداره ملی حفاظت محیط زیست دایر شد. مسئولان در این اداره میگویند علما با نفوذی که دارند می توانند به همه گوش زد کنند تا در حفظ محیط زیست کمک کنند. علما نیز از این ابتکار استقبال کرده و میگویند نظافت یکی از ضروریات دینی است و در این راستا کوشش میکنند. علیرضا یاسا. پاکی محیط زیست باعث سلامت روح و روان اعضای جامعه است. اداره محیط زیست سمیناری را در مورد نقش علمای دینی با حضور ده‌ها روحانی و عالم دین برگزار کرد. مسئولان در اداره محیط زیست میگویند هدف از برگزاری این سمینار آگاهی عامه از طریق علما است. امروز در دنیا نقش علما، نقش دین در راستای حفاظت محیط زیست پذیرفته شده به عنوان یک اصل و در کشور ما نقش علما نقش بسیار اساسی تر است. به این خاطر است که نقش علما در راستای حفاظت محیط زیست بسیار جدی و اساسی می باشد. علمای دینی که در سمینار شرکت کردند از ناپاکی محیط زیست در شهر کابل انتقاد می کنند. آنان می گویند پس از این کوشش خواهند کرد تا مردم را به نظافت محیط زیست تشویق کنند. نه تنها دیوه اداره مسئولیت دی، بلکه پسیفت دیو مسلمان دی، هر مسلمان باید ده خصلت وی چه دی خپل جان نظافت، دی خپل چاپریال، دی پاک ساتن پرابطه دی دیر پاملر نولاری. در قبال این نعمتهایی را که پروردگار بزرگ برای انسان داده هست، انسان مسئولیت دارند در قبال حفظشون. سیستم دولت و زمین سازی برای ارائه بهترین خدمات برای مردم، علمای مذهبی ما نقش کلیدی در این راستا دارند. علمای دینی میگویند این تنها مسئولیت دولت و یا یک نهاد نیست که به فکر نظافت شهر باشد. باید هر شهروندی که در جامعه زندگی می کند برای محافظت محیط زیست خود کار کند. اداره محیط زیست در آینده نزدیک برای بهبود وضع محیط زیست یک برنامه را با شرکت مردم راه اندازی می کند. گفته می شود در این برنامه از رهبران و اشخاصی که بین مردم نفوذ دارند نیز دعوت می شود تا مردم را در این امر تشویق کنند. مسئولان در جمعیت هلال احمر افغانی میگویند که رقم کمک ها به این نهاد در مقایسه با سالهای پیش از جنگ بسیار کم شده است. این مسئولان میگویند که در سالهای پیش از جنگ شمار زیاد از مقام های بلندپایه دولت، تاجران و شهروندان عادی به این نهاد کمک و همکاری داشتند. در همین حال روز پنجشنبه این نهاد هفته مخصوص جمع آوری اعانه و کمک به هلال احمر را رسما آغاز کرد. مسافر قوقندی جزئیات بیشتر این خبر را تایید. جمعیت هلال احمر افغانی معمولاً در حالات غیر مترقبه طبیعی به بیجا شدگان، کهنسالان و ارائه کمک‌های صحی و کمک می‌چتابد. مسئولان این نهاد می‌گویند که یکی از چالش‌های بزرگ این نهاد کمبود بودجه مالی است. فاطمه گیلانی رئیس جمعیت هلال احمر افغانی گفت در مقایسه با سال‌های پیش از جنگ رقم مساعدت و کمک افغان‌ها به این نهاد کم شده است. او میگوید که رقم افراد بی بضاعت و نیازمند برعکس افزایش بیش از حد یافته است. خانم گیلانی از تمام افغان ها خواست تا برای تقویه بنیه مالی این نهاد را کمک کنند. امروز شروع هفته اسلامیاشت است و هفته اسلامیاشت امی هفته است که مردم باید فکر کنند که برای اسلامیاشت چی میکنند، تا ای که اسلامیاشت برای مردم چی میکنند. بزرگترین چالش اسلامیاشت امی است که تعداد معلولین
تعداد بیوه، تعداد یتیم فوق العاده زیاد است. از یک حد عادی بسیار زیاد بالا گذشته. ناممکن است که بودجه عادی سرمیاشت به او برسه. به مو دلیل از هر فرد افغان، حتی اگر یک افغانی را میتونن که به ما از جیب خود بکشن به افغانستان برن، و ما میلیون ها میشه. خانم گیلانی که در آغاز هفته مخصوص جمع‌آوری ایانه برای هلال احمر سخن میگفت، از کارکردهای این نهاد در 6 ماه گذشته نیز یادآوری کرد. گیلانی گفت با تمام چالش ها فعالیت های انسان دوستانه رضاکاران این جمعیت قابل ستایش است. تبادله اجساد از شروع سال، از شروع نوروز تا امروز 204 جسد بین رضاکاران ما بردن و اینا را تسلیم کردن. مجروحین جنگی که به کمک های اولیه رسانده شدن 577 تن بودن. کسایی که به شفاخانه ها برده شدن 408 نفر بودن. اینا را تمامش به مو مشکلات جنگ، به مو حالی که هست، ایرا رضاکارای ما رسانده که من امروز از همشان تشکر میکنم. بر اساس برنامه جمعیت هلال احمر افغانی، همه ساله هفته اخیر ماه میزان به نام هفته مخصوص این نهاد برای جمع‌آوری کمک تجلیل میشود. در این روز هزاران رضاکار در جاده ها برای جمع‌آوری ایانه فعالیت کرده و شماره هم به این نهاد کمک میفرستند. جمعیت هلال احمر افغانی سالها پیش عضویت سازمان جهانی صلیب سرخ را به دست آورده است. بیننده رویدادها از داخل کشور بودید. رویدادهای جهان و منطقه را همکارم تا لحظات بعد تقدیمتان میکند. اما پیش از آن نرخ تبادله اسعار خارجی را در برابر پول افغانی مشاهده کنید. یک دلار امریکایی خرید 45 افغانی و 10 پول، فروش 45 افغانی و 20 پول. یک پوند انگلیسی خرید 72 افغانی و 30 پول، فروش 72 افغانی و 40 پول. یک یورو خرید 63 افغانی و 10 پول، فروش 63 افغانی و 20 پول. یک درهم امارات خرید 12 افغانی و 50 پول، فروش 12 افغانی و 60 پول. یک ریال سعودی خرید 12 افغانی و 10 پول،